از راه که رسیدی رفتی پیش پهلوون. یک ساله که گم و گور شدی، حالا هیچ گیرو نپرسیدی. حالا هم که برگشتی صاف رفتی سراغ پهلوون. بل کن آقا جون. آخه چرا شما خونه رو این ریختی کردین؟ چرا اومدی تو زیر زمین؟ چرا این همه اتاق رو ول کردین؟ آخه این خیلی خفه است. عوضش آدم از حیات صاف میاد اینجا. چشمش به اون بالا نمیفته. ما زندگیمون داغون شده جان. من و یه پیرزن قوقو گرفتیم تو این خونه درندشت نشستیم. آره خونه خیلی سوته کوره. آره راستی ببینم خانم جونم کجاست؟ چه عجب که پرسیدی. رفته پیش دایی منصورت. داییت خیلی مریضه. میدونی چرا آتیش میگیرم از این که نرسیده صاف میشی میری پیش پهلوون؟ برای این که مسبب همه این بدبختی ها اونه. اگه اون گذشته بود، اگه تو کارت دخالت نمی کرد. تقصیر پهلوون نبود آقا جون. اسخر زودتر از من خاطر خواه شده بود، پیش از اینکه چشم من بهش بیفته. اما دختر دلش پیش تو بود. نه پهلوون راست گفت، اسخر حقش بود. درسته که دل من آتیش زد. تو بچه ای، تو هنوز بچه ای. بیا از من بپرس تا بهت بگم حرف حساب پهلوون چی بود. اون میخواست تو دختر خودشو بگیری. این حرفو نزنین آقا جان. تو با جا خواهر منه. تو اون قضیه من خودمو کشیدم کنار. اصلا دیگه حرفشم نزنین. تو این یه ساله به خودم قول دادم، گفتم وقتی برگشتم دیگه حرفشم نمیزنم.